اما بچه‌ها سوال بعدی رو ببینید. گفته جواب کلی معادلات مثلثاتی دو تا کوسینوس رو بذار دو تا سینوس کوسینوس مساوی با یک به کدام صورت است؟ خب دو تا سینوس کوسینوس که برای تو خیلی آشناست. پس می‌نویسیم جاش سینوس 2x. اون یک کرم بیاریم اینور دو تا کوسینوس 2 منه یکم می‌تونیم بنویسیم کوسینوس 2x. پس شد کوسینوس 2x به اضافه سینوس 2x مساوی با 0. یعنی کوسینوس 2x مساوی منفی سینوس 2x. بچه ها ما راجع به اینایی که اینجوری منفی دارن یه بار دیگه میخوام براتون جمع‌بندی انجام بدم که دیگه بدونید چی کارش بکنید. اگر ما دو طرف سینوس داشتیم پشت یکیشون منفی بود، مثل همون سوالی که حل کردیم، منفی رو بذار توی کمان میشه. اگه دوبر کوسینوس داشتیم منفی پشت یکی بود، نمیتونی بذاریش تو کمان، باید مثلا با استفاده از نسبت پی ام ان الفا پی به اضافه الفا یه همچی کاری انجام بدی تا اون منفی رو از بین ببری. اگه یه بر تانژانت یه بر کوتانژانت بود و یه منفی، شما مثل سوال قبلی که حل کردیم با نسبت پی دومی منفی رو باید انبه ببری، یعنی یه کاری بکنی هم کوتانژانت به تانژانت تبدیل بشه هم این که اون منفی رو بین بره. اما بچه ها موقعی که سینوس و کوسینوس قرینه همن میتونیم یه کار خوشگل دیگه هم بکنیم. دقت کنیم، ما میدونیم تو این دوتا نقطه سینوس و کوسینوس با هم برابرن. پس اگر ما رسیدیم به سینوس مساوی کوسینوس خیلی سریع میتونیم بنویسیم کپی بذار پی 4. اگر قرینه هم باشن تو 3 پی 4 و 7 پی 4 من سریع میتونم بنویسم کپی منهای پی 4. اصلا بچه‌ها یاد بگیریم، مثلا فرض کنین شما پی 6 رو دارین و 7 پی 6، جواب میشه کپی بذار پی 6. شما مثلا چه میدونم پی سوم داریم و چهار پی سوم، جواب میشه کپی بذار پی سوم. همیشه موقعی که اینجوری یک قطر از دایره مثلثاتی رو شما دارین، جواب میشه کپی به اضافه یه سر قطرتون، حالا میخواد پی سوم باشه پی ششم باشه یا هر عدد دیگه ای باشه. حالا من وقتی میدونم تو این دوتا نقطه سینوس و کوسینوس قرینه همن، به جای اینکه بخوام تلاش کنم تا اون منفی رو از بین ببرم، خیلی راحت میام میگم خب مگه اینجوری نیستش که سینوس کوسینوس قرینه هم باشن میشه کپی منهای پی چهارم، پس الان باید 2x باشه کپی منهای پی چهارم، به یه دو تقسیم میکنم میشه کپی دوم منهای پی هشتم، به راحتی به جواب میرسم. پس دقت بکنید ما چند تا حالت داشتیم، یک بار دیگه میخوام جمع بندی کنم چون تیکه یکی طراح خیلی روش دست میذارن. شما دو طرف سینوس، دو طرف تانژانت، دو طرف کوتانژانت داری و یه منفی هم داری. تو این سه تا میتونی منفی رو بذاری داخل کمان. دو طرف کوسینوس داری، یه منفی هم پشتش داری، نمیشه بره داخل کمان، باید با استفاده از مثلا نسبت پی تغییر بدی اون منفی رو عبه میاری، مثل اون سوالی که حل کرد. اما اگه مثلا یه بر تانژانت یه بر کوتانژانت داری یه منفی هم داری، اول تو باید اون کوتانژانت رو به تانژانت تبدیل کنی. با چی این کارو می‌کنی؟ با پی دوم. پس یه جوری پی دوم رو بس که منفی رو از بین ببره. اما اگر مثل این سوال سینوس و کوسینوس قرینه هم بودن، از اینکه میدونیم تو 3 پی 4 و 7 پی 4 قرینه همن و جواب میشه کپی منهای پی 4 استفاده می‌کنیم و به راحتی و خیلی سریع به جواب می‌رسیم. اما این سوال رو ببینید، گفته جواب معادله سینوس 3x بذار سینوس 3x تقسیم بر سینوس 3x مساوی با 1 را بیابید. خب کاری نداره که اول از همه یه طرفه وسطی سینوس 3x را از طرفه ساده کن، چون در حالت ضرب هم نیستن مشکلی نداره، سینوس 3x میشه 0. خب سینوس کجاها 0 میشد؟ تو مضارب پی، یعنی 3x باید بشه کاپی، یعنی x بشه کاپی سوم. اما بچه‌ها دقت کنید این کاپی سوم یه مشکلی داره. چه مشکلی؟ معادله اصلی شما کسریه و اگر کاپی سوم ها بعضی هاشون مخرج رو صفر کنن باید تو جوابمون برشون داریم. از کجا بفهمیم؟ ما میایم این کاپی سوم ها رو روی دایره مثلثاتی مشخص میکنیم، یعنی به کا عدد میدیم، صفر میدیم، یک میدیم، دو میدیم، سه میدیم، تا این زاویه هایی که رو دایره هستن مشخص شن. نگاه کنیم این دایره مثلثاتی، ما اگر به کا اعداد مختلف بدیم اینا به دست میان، یه دونه صفر به دست میاد، پی سوم، دو پی سوم، پی، چهار پی سوم و پنج پی سوم، این شیشتا به دست میاد. اما ما میدونیم اگه سینوس صفر بشه، یعنی اگه مخرج صفر بشه، اصلا این معادله تعریف نمیشه. پس اونایی که ریشه های مخرجن باید حذفشن. کدوم ها ریشه های مخرجن؟ این دوتا، صفر رو پی مخرج رو صفر میکن. پس اینا جواب ما باید حذفشن، یعنی تو جواب ما اینا نیستن. من نمیتونم بگم جواب کاپی سومه چون ریشه مخرج داره.
اگه این دوتا رو حذف کنیم جوابامون میشن اینا، یعنی پی سوم، چار پی سوم، دو پی سوم و پنج پی سوم. تو سوال قبلی بهت یاد دادم گفتم اگر میخوای این دوتا رو نشون بدی که یه قطره، میشه کاپی به اضافه یه سر قطره، میشه کاپی به اضافه پی سوم. اگه این دوتا رو میخوای نشون بدی میشه کاپی من های پی سوم. پس این کاپی به اضافه پی سوم، کاپی من های پی سوم، یعنی جواب نهایی میشه کاپی مثبت و منفی پی سوم. الان بچه اگه این مثلا پی ششم بود میشد کاپی به اضافه پی ششم، اگه اینا مثلا پنج پی ششم و یازده پی ششم بودن میشدن کاپی من های پی ششم. اینو یاد بگیرید، خیلی به دردتون میخوره. جوابای این مدلی کاپی به اضافه آلفا، این مدلی ها کاپی من های آلفا، یعنی وقتی که این دوتا رو میخواین به جواب برسید. پس جواب اینم میشه کاپی مثبت منفی پی سوم. حتما حواستون به این باشه که ریشه های مخرج رو باید حذف بکنید. اما یه سری معادله مثلثاتی داریم که با مجهول معاون حل میشن، یعنی با تغییر متغیر حل میشن. یعنی چی؟ مثلا اینو ببینید، گفته جواب کلی معادله مثلثاتی دو تا سینوس دو مساوی سه تا کوسینوس به کدام صورت است. خب بچه ها ببینید، ما دوست داشتیم تو دو طرف دو تا کوسینوس، دو تا سینوس، دو تا تانژانت، دو تا کوتانژانت داشته باشیم. اینجا یه سینوس داریم یه کوسینوس، باید به هم تبدیل شن، تازه یکشون توان هم داره. خب اونی که توان داره رو ما میتونیم به کوسینوس تبدیل کنیم. چه جوری؟ به جای سینوس تو میرسم یک منهای کوسینوس تو ضرب کنیم، همه رو بیاریم اگر یه طرف، میشه این. شبیه معادله درجه دو نیست، پس من میتونم اینجا مثل معادله درجه دو حلش کنم. خب باید دلتا بگیرم، دلتاش 25، پس کوسینوس ایکس میشه منفی بی که منفی 3، مثبت منفی رادیکال دلتا یعنی 5، تقسیم بر 2 یعنی 4. خب یک بار با جمعش بگیریم، یک بار با منهاش بگیریم. با جمعش اگر بگیریم و با منهاش بگیریم، این تیکه منهاش منفی 2 میشه که قبول نیست. چرا؟ چون کوسینوس منفی 2 شده، منفی 2 که قبول نیست. و اگر با جمع بگیریم میشه 2/4 یا همون 1/2. بچه کوسینوس کی 1/2 میشد؟ تو پی سوم. پس جواب میشه 2 کاپی مثبت منفی پی سوم. ببینید پس اون 4 تا رابطه که اول گفتم برای تانژانت، کوتانژانت، سینوس، کوسینوس که دو کاپیا و کاپیا و این داستانا رو داشت، اونا رو بلد باشید تو همه سوالا اونا استفاده میکنم. فقط کافیه ما برسیم به کوسینوس مساوی یک زاویه مشخص 1/2، چون کوسینوس پی سوم میشه 2 کاپی مثبت منفی پی سوم. یا مثلا اینو ببینید، گفته جواب کلی معادله مثلثاتیه کوسینوس 2x به اضافه 3 تا کوسینوس x به اضافه 2 مساوی 0 به کدام صورت است. خب این دوباره شبیه به یک دونه معادله درجه 2. توی این معادله درجه 2 قبلا گفتیم اگه جمع اولی آخری بشه وسطی، یه ریشه منفی 1، یه ریشه منفی 3. این منفی 2 که قبول نیست. چرا قبول نیست؟ به خاطر اینکه کوسینوس نمیتونه مساوی منفی 2 باشه، بین منفی 1 تا 1. پس این که قبول نیست. حالا کوسینوس کی منفی 1 میشه؟ تو زاویه پی. پس میشه 2 کاپی به اضافه پی. کافیه که این رو یه خورده خوشگلتر بنویسیمش، یعنی اگه پیش فاکتور بگیریم میشه 2 کاپی به اضافه 1 در پی که تو گزینه 4 داریم میبینیمش.